سلام، به صنف نقاشی مادر خوش آمدید. امروز در مورد رنگ ها یاد می گیریم. سه عنصر در رنگ وجود دارد که عبارتند از هی، والیو، سچوریشن. اجازه دهید هر کدام را با اختصار توضیح دهم. شماره یک رنگ است. اینها رنگ هایی هستند که به راحتی در اطراف خود می بینیم. شما هم با این رنگ ها آشنا هستید. درست است؟ در مورد این رنگ ها چطور؟ تنوع رنگ ها نسبت به قبلی بیشتر است، درست است؟ سرخ تیره، سرخ روشن، نارنجی تیره، نارنجی روشن، زرد تیره، زرد روشن وجود دارد. با داشتن رنگ های تیره و روشن در کنار هم، می توانیم رنگ های متنوع تر نسبت به قبل ببینیم. در مورد این چطور؟ در اینجا حتی رنگ های بیشتر نسبت به سلاید قبلی وجود دارد، درست است؟ بیرون ترین قسمت دایره رنگ های تیره دارد و هر قدر به سمت داخل می رویم رنگ ها به تدریج روشن تر می شود. سپس در مورد ای چطور؟ تا به حال رنگ ها به طور منظم یکی یکی از هم جدا می شدند. اما در اینجا می بینیم که رنگ های بیشماری با هم وصل شده و در دایره با هم جمع شدند. همانطوری که می‌بینیم رنگ‌های مختلف بیشمار وجود دارد، نه فقط چند رنگ که شما با آنها آشنا هستید. بیایید به این عکس درختان نگاه بکنیم. به نظر می‌رسد دیدن این درختان تابستانی با برگ‌های سبز و سرسبز قلبم را تازه می‌کند. آیا تمام برگ‌های این چهار تصویر سبز به نظر می‌رسند؟ البته همه آنها سبز هستند، اما به سختی می‌تواند نتیجه گرفت که همه سبز هستند. اگر دقت بکنید میبینید که یک رنگ سبز مایل به زرد روشن، یک رنگ سبز روشن، یک رنگ سبز تیره وجود دارد. بنابراین سایه های مختلف سبز زیادی وجود دارد. اما دوری که در بیرون از خانه قدم میزنید، فقط از کنار درختان عبور نکنید، بلکه مشاهده کنید که رنگ ها چقدر متفاوت به نظر میرسند. بیایید به چند عکس از دریاها نگاه کنیم. همه ی آنها دریا هستند. اما یا می توان گفت رنگ هر دریا دقیقا یکسان است؟ در واقع آب دریا خودش آب است، پس رنگ ندارد. پس چه چیزی باعث می شود که دریا این همه رنگ متفاوت داشته باشد؟ از چهار عکس ببینید که بسته به آب و هوا و زمان روز رنگ به طرق مختلف تغییر می کند. چگونه دریا هنگام طلوع آفتاب بعد از ظهر هنگام غروب آفتاب در شب بسیار متفاوت است؟ به این ترتیب بسته به نور می تواند رنگ های مختلف را احساس کنید. تا اینجا ما به رنگ نگاه کردیم که یکی از سه عنصر رنگ است. بعد ما امروز در مورد ارزش صحبت خواهیم کرد. به زبان ساده ارزش یا والیو به درجه روشنی و تاریکی اشاره دارد. اگر به این نوار بلند نگاه کنیم می بینیم که با رفتن به سمت چپ روشن تر می شود. رنگ سفید در سمت چپ بالاترین ارزش را دارد. برعکس می بینید که با رفتن به سمت راست هوا تاریک تر می شود. رنگ سیاه در سمت راست پایین ترین مقدار را دارد. اگر هنگام گوش دادن به توضیحات به این تصاویر نگاه کنید بهتر متوجه خواهید شد. هر دو منظره ها با نور شدید آفتاب هستند. قسمتی که بیشترین نور آفتاب را دریافت می کند روشن‌ترین خواهد بود و بخشی که نور آفتاب زیادی را دریافت نمی کند سایه خواهد داشت و تاریک خواهد بود، درست است؟ اگر به عکس نگاه کنید براحتی می توانید کنتراست بین قسمت های روشن و تاریک را ببینید. پس می توان گفت چیزهایی که به دلیل نور زیاد روشن هستند ارزش بالایی دارند و چیزهایی که تاریک هستند به دلیل عدم دریافت نور ارزش کمتری دارند. این دو نقاشی از یک هنرمند مشهور آمریکایی هست. همانطوری که می‌بینید نور آفتاب از در و پنجره وارد می‌شود، بنابراین منطقه دریافت کننده نور روشن‌تر است و داخل اتاق که نور به آن نمی‌رسد تاریک است، درست است؟ مانند قبل می‌توان گفت که قسمت روشن که نور زیادی دریافت می‌کند ارزش بالایی دارد و قسمتی که تاریک است به دلیل عدم دریافت نور ارزش یا والیو پایین دارد. خیلی سخت نیست، درست است؟ اشباه آخرین عنصر از سه عنصر رنگ هست. به عبارت ساده اشباه به درجه شدت اشاره دارد. اگر به این نگاه کنید رنگ ها را در دو خط چیده شده هند. میبینید که پنج رنگ ردیف بالا در مقایسه با پایین بسیار واضح و واضح هستند، درست است؟
ما میگوییم که چنین رنگ های زنده به شدت اشباه شده هند. برعکس، پنج رنگ ردیف پای نسبت به موارد بالا کدر و تاریک هستند. درست است؟ گفته می شود رنگ که چندان زنده نیست اشباهی کمی دارد. من آن را به راحتی با استفاده از تصاویر گل توضیح خواهم داد. همان طوری که می بینید تعداد زیاد گل مختلف با رنگ های شفاف و زنده وجود دارد. درست است؟ می بینیم که زنده ترین رنگ زمان ظاهر می شود که گل به طور کامل شکوفا شود. گفته می شود که هرچه رنگ زنده تر باشد اشباهی بیشتر است. برعکس، این گل ها چطور؟ آیا می بینید که تفاوت زیادی با عکس های قبلی وجود دارد؟ وقتی گل ها پژمرده می شوند، کدر می شوند. متفاوت از رنگ های زنده ای که هنگام شکوفه دادن زیبا می بینید. گفته می شود که هرچه رنگ روشن تر باشد، اشباه کمتر است. بیایید این بار به میوه ها و میوه های خشک ببینیم. اگر به تصویر بالا ببینیم، می بینید که سبزیجات و میوه‌جات بسیار تازه هستند. هرچه تازه تر باشند، رنگ شفافتر و زنده تر خواهند داشت. درست است؟ گفته می شود که اینها اشباه بالایی دارند. از طرف دیگر اگر تصویر پایین را ببینید، انواع میوه های خشک و توت خشک را مشاهده می کنید. برخلاف موارد بالا واضح نیست، اما کسل کننده هست. درست است؟ گفته می شود اینا اشباهی کمی دارند. بیایید این بار لباس ها را با هم مقایسه کنیم. اگر به عکس های بالا نگاه بکنید، می بینید که رنگ های آن لباس ها بسیار زنده هست. پس می توان گفت که اشباه بالایی دارند. اگر به عکس پایین نگاه بکنید، این لباس ها رنگ های زنده ندارند. درست است؟ بنابراین می توانیم گفت که اشباه کمی دارند. در آخر بیایید چند منظره را با هم مقایسه بکنیم که در عکس های بالا منظره پر از مزارع گل را مشاهده می کنید. رنگ ها بسیار رنگارنگ و زنده هستند، اینطور نیست؟ بنابراین آنها زیباتر به نظر می رسند. چون این چیزی می توان گفت که اشباه بالایی دارند. از طرف در عکس های پایین منظره بارانی را مشاهده می کنید. وقت باران می بارد، هوا ابری می شود و آسمان تاریک می شود و منظره ابری مانند زیر را می بینید. درست است؟ چون این چیزی می توان گفت که اشباه کمی دارد. چطور بود؟ با مقایسه با استفاده از تصاویر در کار بسیار ساده تر بود. درست است؟ چه رنگ را بیشتر دوست دارید؟ هر کس رنگ مورد علاقه متفاوت دارد، زیرا رنگ های بسیار متفاوت وجود دارد و به این دلیل که افکار، احساسات و عواطف که با دیدن یک رنگ به ذهن خطور می کند، همگی متفاوت هستند. آیا می دانستید که هر رنگ در هر کشور معنای نمادین متفاوت دارد؟ هر کشور معنای نمادین رنگی دارد که از سنت به دست آمده است و این به طور طبیعی در رنگ زندگی ما جای گرفته است. رنگ ها نقش مهم در زندگی ما دارند. وقت به یک رنگ میبینیم، ناخودآگاه یک مکان، یک شخص، یک خاطره خاص، چیزی که دوست داریم یا چیزی که دوست نداریم را به یاد میآوریم و همچنین احساسات مختلف را از آن احساس میکنیم. حال بیایید نگاهی گذرا به معنای نمادین رنگ هایی که کشورهای مختلف دارند و چگونگی ارتباط رنگ ها با احساسات داشته باشیم. سرخ در هند. سرخ نشان دهنده شدیدترین رنگ، ترس، ثروت و قدرت، معصومیت، اغوا، عشق و زیبایی و غیره است. در آفریقای جنوبی رنگ عزا، در تایلند رنگ یکشنبه و در چین رنگ عزا است. رنگ سال نو است و نشان دهنده جشن، خوشی، خوششانسی، شادی و طول عمر است. نارنجی در بسیاری از فرهنگ‌های غربی رنگ نارنجی به معنای سرگرمی، شدت، کنجکاوی، امتحان کردن چیزهای جدید و خلاقیت است. در خاورمیانه رنگ عزا، در ژاپن و چین به معنای شجاعت، شادی، عشق و سلامتی و در اوکراین نماد قدرت و شجاعت است. رنگ زرد در فرانسه، رنگ زرد نماد حسادت، خیانت و ضعف. در بسیاری از مناطق افریقا نماد پول، ارزش و موفقیت و در مصر نماد عزاداری است. در ژاپن به معنی شجاعت، ثروت، پیشرفت و شجاعت است. در حالی که در تایلند به معنای خوششانسی و رنگ دوشنبه است. رنگ سبز. سبز را می توان در طبیعت، اکولوژی، محیط زیست، نظامی و چراغ راهنمایی در سراسر جهان مشاهده کرد.
در غرب نماد بهار، شانس، پول، تقدس، ناپختگی، حسادت و غیره است. هنگامی که با رنگ سرخ استفاده می شود نماد کریسمس است. در فرهنگ‌های شرقی و آسیایی نماد زندگی جدید و ابدی، شروعی تازه، جوانی، سلامتی و شکوفایی است. از طرف در فرهنگ‌های آمریکای جنوبی که جنگل‌های بین زیاد دارند، به معنی مرگ نیز است. آبی در غرب، آبی به معنای مالیخولیا، اعتماد، امنیت و اقتدار است. در چین نماد زنانگی است. در خاورمیانه نماد ایمنی، حفاظت، بهشت، معنویت و جاودانگی است. از نظر مذهبی در آیین کاتولیک نماد امید، سلامتی و مریم باکره. در یهودیت نماد تقدس، در آیین هندو نماد عشق و شادی است. رنگ بنفش در شرق، بنفش نماد ثروت، قدرت، تجمل و شهرت است، در حالی که در امریکا نماد افتخار و شجاعت است. این نماد مرگ و عزاداری در برخی از کشورهای اروپایی مانند بریتانیا و ایتالیا، برزیل، تایلند، هند و بسیاری از کشورهای کاتولیک است. رنگ شیرچایی در غرب نماد زنانگی، عشق، مراقبت، لطافت و تولد یک دختر است. در شرق نیز این معنا را می دهد. همه در همه کشورهای این معنا را ندارد. در ژاپن هم مردان و هم زنان شیرچایی می پوشند، اما این رنگ را رنگ نزدیکتر به مردان نسبت به زنان می دانند. در کوریا به معنای اعتماد و در امریکای لاتین نماد معماری است. رنگ شیرچایی برای مدت طولانی در چین معنا نداشت، اما با پذیرفته شدن فرهنگ غرب معنای رنگ خارجی به خود گرفت. بنابراین من معرفی کردم که هفت رنگ در کشورهای مختلف نشان‌دهنده چی است. این اطلاعات از وبلاگ اسکایسون است، اما فقط به این دلیل که یک رنگ نماد چیزی است و معنی نیست که پاسخ صحیح است و نمیتوانیم بگوییم این رنگ فقط نماد این است. و البته هر یک از ما میتوانیم افکار و احساسات متفاوت نسبت به هر رنگ خاصه و نسبت به آنچه در کشور نشان میدهد داشته باشیم. به عنوان مثال گفته می شود که نارنجی رنگ عزاداری در خاورمیانه است، اما ممکن است همه شما اینطوری فکر نکنید، درست است؟ برخی از شما ممکن است آن را رنگ با تراوت بیابید، برخی از شما ممکن است به شخصیت سرزنده و شاد فکر کنید و برخی دیگر ممکن است به یک احساس هیجان انگیز یا جالب فکر کنید. حالا من خیلی کنجکاو هستم، معانی نمادین رنگ ها در کشور شما چیست؟ آیا در فرهنگ شما چیزهای وجود دارد که به طور سنتی می گویند این رنگ به این معنا معروف است؟ یا این رنگ به این معنی تغییر کرده است که در سنت نبوده اما اکنون شده است؟ من بسیار کنجکاو هستم که بدانم رنگ ها چه معانی نمادین و اهمیت در فرهنگ شما دارد. حال ویدیو را یک استاپ بکنید و 10 دقیقه در این مورد گپ بزنید. حال بیایید احساس هر یک از ما را تجربه کنیم، نه آنچه را که کشور میگویند نشان میدهد. من خیلی کنجکاو هستم که ببینم هر کدام از شما در مورد رنگ های مختلف چه احساسی داره. حالا براتون یک جزوه میتوم. همان طور که میبینید کلمات احساسات در سمت چپ نوشته شده است و رنگ ها در سمت راست چیده شده است. به کلمات و رنگ ها نگاه بکنید و احساسات و رنگ ها را با استفاده از خطوط مانند این به هم وصل بکنید. می توانید ابتدا به احساس فکر کنید، سپس رنگی که به ذهنتان می آید را با هم وصل بکنید، یا برعکس می توانید احساس را که پس از نگاه کردن به یک عکس به ذهنتان می آید با هم وصل بکنید. از همین اکنون شما 5 دقیقه وقت دارید، پس لطفاً فکر بکنید و آنها را با هم وصل بسازید. همه را با هم وصل کردید؟ من واقعاً مشتاقانه منتظر هستم که ببینم چگونه همه آنها را با هم وصل کردید. حالا بیاییم فعالیت ها را شروع بکنیم. در اینجا مراحل فعالیت آورده شده هست. مرحله اول، در مورد آنچه دوست دارید فکر کنید و یکی را انتخاب بکنید. مناظر، اشیا، لباس، بوت، موبل و هر آنچه که حتی اگر مهم نیست. 2، رنگ موضوع انتخابی خود را از نزدیک مشاهده بکنید. مرحله 3، با استفاده از رنگی که مشاهده کردید، کاغذ طراحی را آزادانه رنگ کنید. می توانید از هر ماده‌ای که می خواهید استفاده کنید و مهم نیست که چگونه آن را بکشید. همه چیز به عهده شماست. می توانید شکل سوژه را بکشید یا می توانید بدون ترسیم شکل واقعی آن را رنگ آمیزی کنید. هیچ پاسخ یا نمونه خوب وجود ندارد. بنابراین لطفاً خود را همان طوری که می خواهید بیان کنید. با این حال، از آنجایی که این یک فعالیت برای مشاهده و بیان رنگ ها است، بهتر است هنگام انتخاب موضوع چیزی را انتخاب کنید که بتوانید آن را در رنگ های مختلف بیان کنید. اکنون دستورالعمل وظایف فرزند شما. شماره 1،
وظیفه خانگی فعالیت نقاشی مادر است. و مدت یک هفته با فرزندتان درس امروز را مرور کنید و نقاشی فرزندتان را ارسال کنید. شماره 2 برای آموزش محتوای ویدیویی است. اگر فرزندتان می تواند علاوه بر تکلیف نقاشی مادر این کار را انجام دهد، لطفاً این را ارسال کنید. با این حال ارسال آن برای همه کودکان اجباری نیست. نوع ارسال وظیفه خانگی: لطفاً نام، عنوان و شهر نقاشی اطفالتان را به همراه تصویر آنها در چت روم گروهی ما قرار بدهید. صنف امروز را در اینجا به پایان می رسانیم. خدا را شکر می کنم که به من اجازه داد تا با شما صنف داشته باشم. لطفا منتظر صنف بعدی باشید. از مشارکت شما بسیار سپاسگزار هستم. خدا نگهدار.